ساعت 1 بعد از ظهره و با من آماده شید بریم ویدیو بگیریم. بالاخره بعد از 6500 سال برای ویدیوی چگونه یوتیوبر بشم بگیرم و برای اولین بار ماب وایف میکاپ انجام بدم. ماب وایف میکاپ یعنی میکاپ زن مافیا. به خانمایی میگن که شوهراشون تو کار مافیا و اینان، که این روزا خیلی خیلی ترنده. البته من کینگرل رو بیشتر دوست داشتم ترند پارسالو، ولی خب دیگه حالا بریم انجام بدیم اینو. آرایش آرایش فول کاوریه. ببین زن مافیا با کسی شوخی نداره. در حینش هم میخوام باهاتون حرف بزنم. بینگولیام خیلی به کسی که شوهرش مافیاست نمیخوره، ولی دیگه میخوام براتون از چالش ها بگم. چالش های چی؟ زندگی متأهلی. کرم پودر رو میخوام یه ذره اضافه کنم، چون در حال زن مافیایی گفتن. پایه و اساس این میکاپ کاوریج. بچه ها کاور خیلی مهمه. کانسیلر فول کاور روشن انتخاب میکنم، این مال لوراله. خب به زندگی متأهلی میخوام اینجوری نگاه کنم که شما به عنوان یه دختر که زندگی خودتو داشتی، وسایل گوگلی خودتو داشتی، اتاق خودتو داشتی، همه اینا سر جاش بوده، بخوای بیای با یه مرد همخونه بشی، هم اتاق بشی، اصلا جدای از همه اینا بخوای با کسی زندگی کنی که به هر حال باش بزرگ نشدی، خواهر برادر تو نیستش، از خانواده تو نیست، فرهنگ تو نیست، یه آدم جداست. ماب وایف هم بچه ها سایه هاش قهوه‌ای و اسموکیه. برای من شخصا یکی از چالشی ترین چیزا عادات غذایی بودش. خب من شمالی ام، مهران تهرانیه، اکثرا شمالی ها چیزا رو ترش میخورن، تهرانی ها شیرین میخورن. اگه شوهرتون مثل شوهر من بد غذا هم باشه دیگه کلا نوره. مهران بچه حالا بد غذا هم هست، مثلا قرمه سبزی که ما درست میکنیم و نمیخوره، فسنجونی که ما درست میکنیم و لب نمیزنه، و شما براتون اولش سخت میشه که به عنوان دختر خونه بیای تبدیل بشی به خانم خونه و کسی که باید براش مهم باشه که اعضای خانوادهش که حالا همسرشه و در آینده بچه هاشن چی دوست دارن چی دوست ندارن. خیلی سخته این قضیه. ریمیلتون هم پر بزنید و ترجیحاً هم باید موجه چه گفتیه؟ موجه بچسبونید توی این میکاپ، ولی خب من اصلا ندارم، دوستم ندارم، برای همین همون ریمیل پر رو کفایت میکنم بهش، اکتفا میکنم بهش، کفایت مذاکرات. آره مثلا من پیش میاد که مجبور میشم زنگ بزنم به مادر شوهرم یا موبینا خواهر شوهرم که بپرسم مثلا فلان چیزو چجوری درست کنم، با اینکه مثلا من آشپزیم خیلی خوبه و قبل از اینکه بیام خونه خودم خیلی اعتماد دارم مثلا بیشتر به تا الان، ولی خب ذائقه است دیگه و مثلا چالش های فرهنگی و عادات غذایی و اینا جزء چیزاییه که ممکنه شوکت کنه هم اولش. ما وایف بچه ها رژگونش تیره است و کانتور غلیظ میکنه. یکی از چیزای دیگه اینه که ممکنه تو آدم منظمی باشی و همسرت آدم منظمی نباشه، اصلا زن و مردم نداره. اساسا ممکنه که تو آدم وسواسی باشی ولی مثلا همسرت آدم خیلی راحتی باشه و تو داری توی یه خونه باهاش زندگی میکنی، خیلی کاری از دستت بر نمیاد اگه که قرار باشه درکت نکنه. این تکنیک ابرو البته مال کلینگرل ماب وایف، حتما ابروشو میکشه، منتها من اصلا دوست ندارم، من مداد ابرو هم ندارم. صدا رو میشنوید؟ ماب وایف بچه ها خط لب قهوه میزنه با روژ نود که من اونارم ندارم، به جاش یه روژ قهوه میزنم. اول بالم، لیپ گلاس و شاین و اینا هم کنسله. ماب سعی میکنه که اقتدارش نشون بده. این روژ من هنوز حس میکنم یه خورده روشن میبینم، تا درستش کنم بهتر شد. اینا که بهتون گفتم بچه چالش های سطحی بود که اگه دو طرف درک داشته باشن حتی با صحبت میتونه حل بشه. چالش های خیلی بیشتری ممکنه وجود داشته باشه، حالا من چه تجربه کرده باشم چه تجربه نکرده باشم و مثلا حالا فقط شنیده باشم، یا اینکه مثلا تو موقعیتش باشم و فکر کنم که مثلا این میتونه چالش باشه، ولی خب برام چالش نبود. مثلا من و مهران مشکلات اینجوری نداشتیم چون که خب جفتمون شرخته بودیم و همدیگه خوب درک می‌کردیم. حتما سعی می‌کنم که براتون تعریف کنم. ما با موهاشو خیلی سشوار مشوار نمی‌کشه، همینطوری می‌ریزه دورش.